السلام علیک یا علی و علی مسلسل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. جلساتی رو راجع به اخلاق بازار، اقتصاد، تولید، توزیع، مصرف، مسائل اقتصادی، تذکرات قرآنیشو میگفتیم. قرآن فرمود بعضیا ساختمون میسازن، ساختمون سازی هم تولیده. ساختمون نبود بود شد، به هر چی که نبوده درست شده میگن تولید. ولی میگه این ساختمون بر اساس عیاشیه. اتبنون بکل ریعن آیتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اتبنون بکل ریعن آیتن تعبثون. تبنون یعنی بنا میکنید، میسازید. ریق یعنی دامنه کوه. بکل ریعن یعنی به هر دامنه کوهی، یه خونه دبی داره، یه خونه شمال داره، یه خونه شیراز داره، یه خونه تهران داره، یه خونه چی داره، هر جا رسیده یه برچک درست کرده. آیه، آیه یعنی برچک، ساختمان بلند نشون، یعنی از دور آدم میبینه اون ساختمان فلانیه. در دامنه هر کوهی برچکی ساخته، ولی به هدف چیه؟ تعبسون، عبس، لغو، عباس لغ. برای که کالایشون قشنگ باشه، از این بچه برده‌هایی که میتونه ده ها کیلو گوشت داشته باشه، در این که بچه برده اینو میکشنش که از پوستش کلا درست کنه، یا از جلد فلان. این نام تولیده، اما تولیدایی که آتش ازش در میاد. اتبنون بكل ريع، اتبنون بكل ريع ايه تعبثون. یه قرارداد بعضیا می‌خواستن امضا کنن که من متوجه شدم تو تلویزیون گفتم، بعدم اون لغو شد الحمدلله. حالا شاید هم به خاطر حرف ما نبوده، شاید هم بوده، نمیدونم. گفتن یه قرآنی بیان بنویسیم که هر سورهش از یه چوب باشه، مثلا سوره قل هو الله با چوب انار، سوره بلعصر با چوب عناب، سوره نمیدونم تبت یدا با چوب چوچوی. گفتیم که حالا هر قرآنی هر کلمهش با یه چوبیه، این چه فایده داره این؟ گفتن اینو بریم در یونسکو ثبت میکنیم، جزو آثار ماندگار ایران. گفتیم خواه حالا یه چیزی ثبت در یونسکو شد چی میشه؟ ببین قرآن آمده که ما نه هدایت کنه، ما با چوب انار میخوایم در یونسکو ثبت بدیم. اصلش خدا میدونه چقدر آدم مشغول تولیده، منتها تولیدای هرز. والذین عن اللغو معرضون. والذین هم عن اللغو معرضون. البته چیزی هم که تولیدش میخواد خوب باشه، باید زمینم باشه. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. والبلد الطیب یخرج. والبلد الطیب یخرج نبات بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. یه منطقه طیب و خوب گیاهاش هم خوب میشه، منطقه خبیث گیاهاش هم بد میشه. این شما اگر خواستی تولید اولاد کنی، تولید یه اولاد مسلمون اخلاق اسلامی، باید فضای خونم اسلامی باشه. زن حرف زشت نزنه، مرد حرف زشت نزنه، اسم بد با اسم بد هم دیگر صدا نزنیم، ادب، احترام. این خونه ها بچه توش تربیت میشه. اما خونه هایی که توش درگیریه، خب بچه‌ش هم یه آدم
درگیر بارونیاب. پس اگر میخواید چیزی تولید کنید باید زمین برچ اگر خواستید بسازید باید خاکش هم خوب باشه، اگر خاکش سوس باشه برچ هم که بسازید میفته پایین. در تولید باید ظرفیت هم در نگیر. این هم یه نکته. در مواردی تولید باید در حد اعلا باشه، کمش نگذارید. قرآن راجع به قوای مسلح میگه و اعدو لهم ما استطعتم من قوة، یعنی قوای نظامی کمش نگذارید. درباره اسلحه، موشک، هواپیما، یعنی در دفاع از خودتون اعدو آماده کنید لهم ما استطعتم، هر چی استطاعت داری، هر چی توان داری، من قوه، هر قدرتی که داری. از یعنی یه جا با تولید در حکس اعلا باشه و اعدو لهم. حالا اگر در یه منطقه کارت نمیگیره میگه جا تو عوض کن، خیلی ها تو یه شهر نمیتونن کار بکنن و پشت جای دیگه بشین. آقا در یه شهر نمیتونه درس بکنه، خب برو شهر دیگه. میگه نمیگه خوزستان داغه، خب برن عراق. عراق تو را خوزستان قطار هم داره. اول تابستو برن آخر تابستو برگردن. این سه ماه دانشگاه و حوزه تعطیل برای که هوا داغه، خب پاشو برو ورتو. ایله ایلاف قارش به خاطر همینه. یعنی جا تو عوض کن، چرا درست تو تعطیل میکنی؟ اصلا زمانش عوض کن. کی گفت تابستون ما درس بخونیم؟ اشکال داره تابستونه که هوا داغه شبا درس بخونیم؟ میگه خمیرگیرا در طول سال سحرخیز نیستن. شما دانشجو، شما طلبم ساعت 10 شب تا ساعت 2 بعد نصف شب، او 4 ساعتی که روز میخوای هوا داغ درس بخونه نمیتونه بخونه. زمانش عوض کن، مکانش عوض کن. قرآن میفرماد که و من یهاجر فی سبیل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. آقا رفت منبر سخنرانی کن، حرفا شادش رفت، تو نشست. گفتن آقا چرا صحبت نمی کنی؟ گفت حرفا یادم رفته. آخرشتن نشسته هیچ نمی گفت آقا حرفا یادت رفته، پلا منبر که یادت نرفته بی پایین. حالا ممکنه آقا تو این شهر، ولذا حدیث داریم اگر در یه رشته شغلت نگرفت شغلتو عوض کن. ممکن انسان در این رشته شکست بخوره شغلش عوض کنه، نگه من بدبختم شانس ندارم. هجرت کنید و من یهاجر، اگر وضعتون خوب نیست هجرت کنید. یجد فی الارض مراغما کثیرا، راه‌ها گشایش‌های زیادی براتون باز میشه. یه روایت داریم که اینم در تولیده، حدیث اینه ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ان تطلبوه بشيء من معصيه الله. اگر راه حلال بس شد تحمل کن، دست به حرام نزن. ازدواجت عقب افتاد، دست به حرام نزن. شغلت، رزقت، این به خصوص سفاره شده که گاهی به دلایلی رزق آدم عقب میفته. ولی میگه که تحمل کنید، دست به حرام نزنید. یکی از مسائل در تولید کارآفرینیه. من یه حدیث رو بارها گفتم، اگر شنیدید دوبار بشنوید، اگر نشنیدید دفعه اولتون بشه. ولی من خودم اینو چند جا گفتم. شخصی آمد خدمت پیغمبر، گفت من پول میخوام. گفت برو کار بکن. گفت ابزار کار ندارم، کار بالاخره یک وسیله میخواد. گفت برو خونه هرچی هر دار بیار. گفت خونه ما فقیره، هیچی نیست. گفت برو نگو چیزی نیست، ای قابل نیست، پس دارین چیزی هم که هست بردار بیار. رفت خونه شو یه پلاسی، به قول امروزی ها موچتی، نمدی، یه پلاسی بود. آقا تو خونه ما اینه. حضرت یه نگاهی که گفت که اینو چند میخرید؟ گفت ارزشی نداره، کسی نمیخره اینو. گفت حالا هیچ ارزش نداره. یکی گفت یه درهم.
گفت دیگه کی؟ مزایده. یه نفر گفت آقا من 2 درهم میخرم. گفت به تو فروختم. خود پیغمبر مزایده برقرار کرد، 2 درهم فروخت، داد به صاحب این پلاس، گفت 1 درهمشو برو نون بخر بده به خانمت، 1 درهشم یه سر تبر بیار، نه دسته، دسته تبر چوبه نه، همون کلش. رفت و 1 تومنشو 1 درهمشو داد به خانواده برای خرجی، 1 درهمشم یه کله تبر آورد. و پیغمبر بود این کله تبر، حال دسته میخواد، کی تو خونش یه دسته بی خودی داره؟ تو انبار خونتون، تو باغچتون، اگر کسی یه چیزی، یه پار چوب قدازه نصف دسته بید، یه دسته تبر، گو آقا یه دسته تبر خونه ما هست بیکاره، گو برو بیار. اونم رفت دسته تبر بود، خود پیغمبر این دسته تبر رو تو کله تبر جا کرد و بغلاش هم محکم کرد و گفت این تبر این ابزار تولید، برو با این تبر هیزم بکن، گدای نکن. اینو میگن کارآفرینی. خیلی مهمه این. از این نکاتی رو من اینجا نوشتم. یک، انبیا به فکر زندگی مردم بودن. دوم این که ضعیفترین افراد میتونه با شخص اول جامعه پیغمبر ملاقات کنه، مشکلاتشو بگه. جامعه نیاز به تعاون همکاری داره. تبر از یکی، آوردن فرش از یکی، فروش از خود پیغمبر، مزایده از پیغمبر، کمک کن. برای مبارزه با فقر و تولید باید ابزار تولید را در اختیار کسی گذاشت. از این حدیث چی میفهمیم؟ یعنی میشود از هیچ چیزی ساخت. پیغمبر هنرش این بود، از هیچ چیزی میساخت. مشابه این در آموزش هم هست. در یکی از جنگ ها مسلمان ها پیروز شدند، داشتن برمیگشتن، رسیدن به یک کویری. پیغمبر همه تون برید هیزم جمع کنید. گفتن آقا کویره، هیزم نی. گفت برید هر چی هست جمع کنید. گفتن آقا کویره. گفت حتی یه چوب کوچیک. گفتن چشم. اصحاب پخش شدن، هر کدومی چند تا دونه چوب کوچیک آورد. گفت بذید رو هم. ریخت رو هم، یه چیزی شد. بعد پیغمبر گفت گناه هم همینطوره. میگی من که گناه نکردم. مگه آدم کشتم؟ مگه دزدی کردم؟ ولی اگر دقت کنید انواع گناه ها رو کردید حالتون نیست. مثل چوبه، چوبه پیدا نیست تو کبیر. ولی وقتی گشتی یا تحقیق کردی پیدا میشه. ببین پیغمبر بدون کامپیوتر، بدون کلاس، بدون آمپلیفایر، بدون تخت سیاه تو بیابون از زمین کبیر از هیچ کلاس درست کرد. میخواست بگه گناهانتون جمع میشه با این نمایش. این خاطرات هم تو ذهن میمونه. سر کلاس اینا که آدم میشنوه بسیارش پاک میشه، میپرزه. اما این جلساتی که با خاطره دنباله، اونا تو ذهن میمونه. معلم خوب اینه که بتونه با هر حرفی که میزنه یه خاطره نقل کنه. پیغمبر از هیچ تولید درست کرد، تبر از هیچ کلاس درست کرد تو کویر. ما یه خورده خودمون بیارزیم. قرآن یه آیه داره میگه مشکل ابزار تولید نیست، مشکل نمیدونم اینا نیست، مشکل خودتی، جیر تو خودته. سوره فاطر یه آیه هست، ما یستبر بحران حالا از بنفراد، جمله جمله بخونم که من میخوام معنا کنم. و ما یستوی البحران، بحر یعنی دریا، بحران دوتا دریا، ما یستبر بحران یعنی دوتا دریا مثل هم نیستن. هذا عذب فرات، این یکی آب شیرینه، فرات یعنی شیرین. و هذا ملح اجاج، دریای دیگه آبش ترخص و شور. یه دریا شیرینه، یه دریا شور. ولی میگه گیر تو دریا نیست، گیر تو خودته، تو بیارزه. و من کل تأکلون لحما طریا، تو اگر صیاد بشی تو دو تا دریا ماهی پیدا میکنی، تو صیاد نیستی. و تستخرجون منه حلیه، تو اگر غواص باشی تو دو تا دریا شور و شیرین لؤلؤ و مرجان هست، تو غواص نیستی. بارها من اینو گفتم، حضرت امام 200 کتاب بیشتر نداشت. حاج احمد آقا میگفت، ایشون گفت که امام هیچ وقت کتاباش از 200 بیشتر نشد.
دنیا رو تکو داد، چون خود امام جوهر داشت. قرائتی جوهر نداره، 5000 تا کتاب با کمال زیادش دارم، یه مزرعه هم تکون ندادم. تو باید اهل مطالعه باشی. آیت الله سبحانی میگفت القدیر 11 جلد که چاپ شد امام پول نداشت بخره، یه جلد یه جلد از آیت الله شبیری، پدر همین آیت الله شبیری قم، میگفت یه جلد یه جلد القدیر گرفت مطالعه که پس داد جلد پنجم جلد ششم، یه جلد یه جلد میگرفت مطالعه که میداد. امام خمینی پول کتاب نداشت اما 11 جلد القدیر مطالعه کرد ولو قرضی، چون جوهر داشت. بنده 11 جلد قدیر را 50 سال پیش خریدم، سالها قبل از انقلاب، ولی هنوز یه جلدش هم نخوندم. بابا ما بیارزیم، ما بیارزیم، دو تا دریا مثل هم نیست، یکی شور یکی شیرین. تو صیاد باش تو هر دو ماهیه، تو غواص باش تو هر دو مرواریده، تو ناخدا باش تو هر دو میتونی قایقرانی کنی. ما یستویل بحران گیر تو مانه بی ارزیم. گاهی وقتا کتاب تاقچه، حال ندارین مردم ببینیم. قرآن میگه اگر جوهر داشته باشید 20 شما در مقابل 200 وامیستید. یه آیه داریم تو قرآن، این آیه رو لاقل حفظ کنید، آیه فارسیه، 20 بر 200 پیروز است. آیهش کدومه؟ 20 یعنی اشرون، 200 یعنی معتین. اشرون صابرون یغلبو معتین، عشرون صابرون یغلبو معتین. 20 نفر مقاوم بر 200 نفر پیروزه. سال اول که بچه های فلسطین سنگ پرتاب میکردن، هر که پا تلویزیون میدید میگو آقا سنگ در مقابل تانک توپ. الان دیدید که اونها با تانک و توپشون از موشک های بچه ها میترسن. جوهر چیز دیگه است، جوهر. آدم اگر جوهر داشته باشه با برگ درخت نماز بهار میخونه، اما اگر جوهر نداشته باشه سجاده درست میکنه به اندازه یه بخش حمام، یه پارچه از مکه، یه پارچه از نمیدونم چی، یه پارچه از چی، سجاده گنده بزرگ، اما دو رکعت نماز خوب نمیخونه. آدم اگر جوهر داشته باشه کم هم داشته باشه انفاق میکنه، اما آدم اگر سخاوت نداشته زیاد هم داشته باشه بخل میکنه. مشکل جوهره. این راه پیمایی رو که روز قدس هست من اینو گفتم، هر سال من اینو تو ذهن من میگم، امسالم بگم. شما تو نماز سلام میدی به عباد الله الصالحین، هممون السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. حالا اگر مصاحبه کنه آقا عباد الله الصالحین کیان؟ بندگان صالح خدا کیان که شما در هر نماز سلام میکنی؟ تو قرآن اسم چند نفر برده، گفته اینا بندگان صالحن. یک، یاران حضرت مهدی. چطور؟ ان الارض یرثها، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. آخر الزمان حکومت دست عباد الله الصالحین خود افتید، یعنی یاران حضرت مهدی. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، یعنی السلام علینا و علی یاران حضرت مهدی. دیگه یه آیه داریم سوره توبه، میگه هر کاری که یغیظ الکفار، هر کاری که دشمن رو عصبانی کنی عمل صالحه. مقاومت اسرائیل رو عصبانی کرده. سید حسن نصرالله یه استخونه تو گلو اسرائیل. راهپیمایی قدس اسرائیل رو عصبانی میکنه، میگه هر کاری کردید که عصبانی شد این برای شما عمل صالحه. یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. یتعونو وطع یتعو یعنی قدم زدن دست جمعی، ولا یتعون موتعن. مانورهای دست جمعی، حرکات دست جمعی که میکنید که یغیظ الکفار، کفار عصبانی بشن،
برای شما عمل صالح می‌نویسن. ما میتونیم پشتیبان بچه ها باشیم. آقا به ما ربطی داره فلسطین؟ بله، بچه مسلمانی ربط داره. قرآن میگه هر جای کره زمین، نه فلسطین، اون بره آفریقا، هر جای کره زمین مستضعف بود باید شما به نفع او قیام کنید. آیش هم اینه، ما لکم لا تقاتلون، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، هر مستضعفین والمستضعفین. چرا درباره مستضعفین بی تفاوتید؟ ما لکم یعنی چتونه؟ لا تقاتلون، پا نمیشید بجنگید، فی سبیل الله در راه خدا، والمستضعفین در راه مستضعفین. هر جای کره زمین مستضعف بود ناله کرد، ما اگر میتونیم باید کمکش کنیم. ما اگر مسلمانیم همه جا به ما ربط داره. قرآن یه آیه داره میگه تو با من داریم، من از تو هم، تو هم از منی. آیه ای که من از تو هم، تو از منی، ای آیه بعضکم من بعض، بعضکم من بعض، من از تو هم، تو هم از منی. یه بار یه جای میرفتیم دیدیم این کله پاچه یه مقداری استخونای کله پاچه رو رخت تو جو. ما رد میشیم صحنه دیدیم، برگشتیم گفتیم آقا چرا این استخونا رخت تو جو؟ گفت میگه شما شهرداری؟ گفتم بله من شهردارم. حالا شهردار که نیست، خب وقتی استخونا میزی تو جوب بارون میاد جوبها پر میشه، خیابون رو آب میفته، رو گل میفته، مشکلی به وجود میاره. وقتی شما دیدید یک کسی آب نمک میریزه پا درخت، خب باب آب پنیر شوره، آب شور درخت خوش میکنه، این درخت بیت الماله، شما آب پنیر میزی پا درخت، درخت خوش میشه. بگی به من نرسید، چرا به من رسیده؟ همه ما نسبت به همه چیز مسئولیم، همه ما نسبت به همه چیز مسئولیم. ما لکم لا تقاتلون، چرا پا نمیشید؟ راه پیمایی 22 بهمن آمریکا را عصبانی میکنه، پس عمل صالحه. هر راه پیمایی که دشمن عصبانی کرد عمل صالحه. این عبادته، این عبادته. گاهی ما باید تظاهر کنیم، یعنی باید خودمون نشون بدیم جلو دوربینا که ببینن جمعیت چقدره. اصلا بعضی وقتا ریاکاری مستحبه. خانم‌ها که خودشون آرایش میکنن بره شوهرشون، یا به عکس زن شوهری که خودشو آرایش میکنه، این ریاست، آرایش میکنه که شوهرش ببینه خوشش بیاد، اما همین ریاست سبب داره. پس هر ریای حرام نی. انشاءالله در راه پیمایی شرکت کنیم، نسبت به هیچی هم بی تفاوت نمیشیم. به من چه؟ آدم گاهی بی تفاوتی رو میبینه تو اتوبوس، جوانه نشستم میبینه این خانم حامله، این پیرمرد پیره، پا نمیشه جاشو بده، بی خیال، انگار مثلا یه بی خیال. سیل آمد، خیلی ها کمک کردن، خدا خیرشون بده. اونایی که سیل آمد و هیچ کمک نکردن، چطور به خدا میتونم بگن خدا یا تمام خیرات و برکات رو به من بده، اما من یه تومن به سیلزده نمیدم، من نمیدم، تو بده. چه روی میخواد، چه روی میخواد؟ ما باید به سیل، زلزله، فلسطین، آفریقا، هر جای کره زمین مظلومی شد با عشق کمک کنیم. خدایا دعا بکنیم، خدایا انواع نکبت‌ها را بر اسرائیل نازل بفرما، انواع نکبت‌ها را بر آمریکا و مرعوب شدگان آمریکا نازل بفرما. این بچه های فلسطین را، حزب الله را قدرتی عطا بفرما که اینها باعث عزت اسلام بشن. هر جا ما بی تفاوت بودیم، هر جا تقصیر و قصور بوده، ببخش و بیامرز. و السلام علیکم و رحمت الله.